بهترین دستور تهیه قیمه مجلسی. ابتدا پیاز رو رنده کنید و تف بدید. کمی که پیاز سبک شد گوشت ها رو بهش اضافه کنید. تف بدید تا رنگ گوشت عوض بشه. یادتون باشه که نباید گوشت ها رو توی این مرحله خیلی تف بدید چون که سفت میشن. رنگ گوشت که تغییر کرد، ادویه ها زردچوبه و فلفل قرمز رو اضافه کنید. توی این مرحله نمک نمیزنیم چون باعث میشه که گوشت ما دیرپز بشه. یک تیکه چوب دارچین رو اضافه کنید. در کانال ما ویدیو بهترین روش از بین بردن بوی بد لپه ها وجود داره، حتما ببینیدش. سپس لپه ها رو اضافه کنید. دو قاشق رب رو به مواد اضافه کنید. تف بدید تا رنگ رب به خورد مواد بره. نباید خیلی لپه ها رو تف بدیم چون باعث دیرپز شدن اونا میشه. برای اینکه رنگ و طعم بهتری به غذا بدیم یک کمی زعفرون بهش اضافه کنید. در مصرف زعفرون زیاده روی نکنید چون باعث میشه روی مزه غذاتون تاثیر بذاره. یک یا دو عدد آلو رو به غذا اضافه کنید. یک و نیم لیتر آب جوشیده شده رو به غذا اضافه کنید. از ریختن آب سرد خودداری کنید. از نیم ساعت چوب دارچین رو از غذا بیرون بیارید. به به از این غذا. میبینید خیلی خوب جا افتاده. در نیم ساعت آخر نمک غذا رو بهش اضافه کنید. کمی پودر هل برای عطر بهتر اضافه کنید. برای اینکه غذاتون بوی خیلی خوبی بگیره کمی گلاب استفاده کنید. و در آخر هم لیمو یا آب لیمو اضافه کنید. به به از این غذا. درشو ببندید تا خوب جا بیفته. دوستان خوبم، اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش رو بزنید تا هر موقع ویدیو جدید آپلود شد بهتون اطلاع بده و بیاید ببینید. نوشت جان.